سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو همچه کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به رپ حواشی دیگه. قرار با هم بررسی کنیم حواشی که بوده این چند وقته توی رپ فارسی و یه سری نکته عجیب. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید، اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم این رپ حواشی رو داشته باشیم. موضوع اولی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم فقط یک نکته ایه که شما بتونید از طریق اون متوجه بشید که چه آرتیستایی دارن یه کوچولو کلکبازی در میارن، و نمیخوام اسم ببرم که یه موقع حالا داستانی چیزی اتفاق نیفته، ولی مسئله اینجاست که یک موقع این تو ذهنتون خطور نکنه که داستانی هست، فلانی هست و اینها. توی چند روز گذشته از یک آرتیستی یک ترکی لیک شد و خیلی ها اینو تو ساوندکلاود گذاشتن. همونطور که فقط دارید ویوها رو اینجا میبینید، روی هم به 1000 تا ویو نرسید، 1000 تا که چرس کنم خیلی کمتر، و آرتیستی که خیلی ادعا داره هاته و خیلی ویوهای خوبی خودش میخوره. حالا این چرا عجیبه؟ این برای این عجیبه که زمانی که شما هات باشین و کسی باشین، شخصی باشین، آرتیستی باشین که اسمتون و آهنگتون سرچ میخوره، هر شخصی آهنگ شما رو بذاره و کانتنت درست کنه، ویو متناسب خودش رو به بالاتر رو میگیره. مثال سروش هیپاپولوژیست خیلی آهنگ ازش لیک شده و شما برید ببینید خیلی پیجای رندوم گذاشتن 1 میلیون 2 میلیون ویو خوردن توی همون 1-2 ساعت اول 3 ساعت اول 10 ساعت اول 100K ویو میزد آهنگی که لیک شده بود. این آرتیست هات، اسمش سرچ میشه، اسمش روزانه داره سرچ میشه و آهنگ ها و پروژه‌ای که ازش میاد حتی غیر رسمی و مردم میخوان ببینن. یا مثال ترک نخلا، شما برید سانکلاد سرچ کنید خیلی ها به صورت غیر قانونی گذاشتن، ولی همشون یک اوریج ویو بالایی دارن. آهنگ فوق العاده هیت بود و این هم یکی از نشانه‌هاش که این آهنگ هیت بود، چون هر جا میرید میبینید ویو خوبی داره. اون دوستانی که غیر قانونی اینو گذاشتن ویوهاشون رو هم جمع کنیم یه چیزی نزدیک 3 میلیونه و خود آهنگ هم 3 میلیون ویو داره، و حالا روی پلتفرم‌های مختلف بخوایم مجموع بگیریم فکر می‌کنم 5 6 میلیون ویو رو داره، و این نشون میده این آهنگ هاته. اما آرتیستی که ادعا می‌کنه هاته، آهنگش لیک میشه، سرچ نمیشه، اینجا ذهنو میاره که شاید رو پلتفرم‌های خودت داری یه سری کارهای عجیب غریب می‌کنی. یه نکته دیگه که بگم، یک روزی بود ما یک ترک رو ریاکشن رفتیم، و زمانی که داشتیم ریاکشن میرفتیم 2K ویو خورده بود توی 23-24 ساعت، و زمانی که ادیت و همه اینا اوکی شد، آپلود شد و 2-3 ساعت گذشته بود، من دیدم ویو از 2K اومد روی 27-8K و خیلی عجیب بود. 20 ساعت 24 ساعت یک روز 2K ویو خورده، تو 2-3 ساعت یهو 20K رفته رو ویوش حداقل. و خب ما اینا استوری گذاشتیم ولی ننوشتیم کدوم ترک، و جالب اینجاست که منیجر خود اون شخص پیام داد گفت کی بوده و اینها، و من گفتم که حالا به زودی میگم کی بوده و کیا بودن، چون من خیلی ها رو زیر نظر دارم و ویدیو میسازم و میگم کیا فکر بودن. جالب اینه که بعد از اون آرتیست دیگه من ندیدم ویو بالای 3K بگیره، و خیلی عجیبه. نکنید آقا این فیک رو نزنید، فیک هم مارکت رو میریزه به هم، که بخوایم عیار سنجی بکنیم ببینیم چه کاری موفق بوده، چه کاری ها مردم دوست دارن، و تو لانگ ترم برای خودتون ضرره. چرا؟ چون زمانی که شما ویو فیک میزنید رو هر پلتفرمی، رو همه پلتفرما هم میشه زد، حتی یوتیوب، و خیلی داستانای دیگه داره، از کمپین و اینا بگیر و و و هزار جور داره، میتونید بزنید، و زمانی که میزنید شما یک ویوی داره اضافه میشه، این شما رو میبره تو الگوریتم، این باعث میشه که شما ویو بیشتری بگیری، و همون ویو فیک کمک میکنه که شما ویو واقعی تری هم بگیری. چرا؟ چون میبرت تو اکسپلور. اما زمانی که شما استاپ می‌کنین ویو فیک زدن رو و اون حجم اولیه که توی ساعت اول یا 20 ساعت دوم روش نمیاد، این اون ویوهای دیگه ایره که میآورد و نمیاره، و شما پیجت شدید میخوابه، و یه جورایی وقتی الگوریتمتو با ویو فیک میبری جلو تا ابد باید این کارو انجام بدی، مگر اینکه یکی دو تا آهنگ عجیب غریب بدی که دیگه خیلی بهتره که این داستانا، وگرنه مثل مرداب میمونه، شما هر چی دست پا بزنی میری توتر، یعنی سودی نداره، صرفا شورت ترم شما میتونی ادعا کنی هاتی. بحث ویو اینا بود، یه نکته خیلی عجیبی هست. خب چرسی تو فریستایل آخری که داده بود و سیکشن 13 منتشر شده بود ادعا میکرد که من فیمسم تو فیدی، ولی ویو هاشو که وقتی نگاه میکنیم بعد 3 روز تو اسپاتیفای تقریبا 9 کا خورده، تو 3 روز تو سانکلا تقریبا 50 کی خورده، از سیکشن 13 69 کی. این در حالیه که خیلی از آرتیستایی که تو پیج خودشون 2-3 کی الا 10 کی ویو میگیرن، وقتی میان سیکشن 13 بین 40 تا
70K ویو میگیرن و این نشون میده که توی یک سراشیبی آقای چرسی هست. اینو حالا برای چی گفتم؟ برای اینکه دوتا نکته رو بهش برسیم. یکی اینکه بعضی وقتا که میخوایم عیار دیس و دیسپک و اینی که کی واقعا داره فکت میگه و اینا رو بسنجیم، این نکات رو میشه بهش توجه کرد. نکته بعدی، هات شدن شانسی میشه، با حواشی میشه، با دیس و اینا میشه، اما هات موندن فقط با کار خوب دادنه و چرسی متاسفانه خیلی افت کرده و همچنان هم داره افت میکنه. امیدوارم که این نتایج باعث بشه که خودش رو دوباره پیدا کنه، برگرده به اون خود 2-3 سال پیشش که واقعا خروجی‌های بهتری داشت، الان خروجی‌هاش خیلی بده. امیدواریم اینا روش یک تأثیری بذاره و آرتیست‌ها بعضیشون زمانی که میبینن دارن آهنگ میدن هی هیت میشه، باوری و بعضیشون پیدا میکنن اینکه آقا ما هر کاری بکنیم هیت میشه، حتی بیایم صدا آروغ دراریم، اینجوری میشه که کار افت میکنه. ولی خب باید کیفیت رو نگه داشت، وگرنه سر و شیبی میشه داستان. امیدوارم که چرسی خودش رو پیدا بکنه، کارهایی بده که واقعا لذت ببریم. همونطور که تو رپ حواشی قبلی دیدیم، خب داستانی بود که شایع از جعفری و مهیار جدا شده، یه حرکت فول هم زد زمانی که داشت استوری میذاشت برای کنسرتشون، اسم مهیار رو نیاورد و خیلی ها فهم کردن حذف شده، ولی خودش بعدا اومد استوری گذاشت و گفت هستیم. رفیق رفقا خیلی چکرم، تو این پیجای رپی بهم خبر رسوندن که میگن این بحثای پیش اومده بین ما دوستان فرمالیت هست و این داستان کنسرت موسکو هستش. کنسرت موسکو ما از قبل حرفشو زده بودیم، مردم احترام کردن، رو حرف ما بلیت خریدن، ارادت میکنیم بهشون. و اینه تو شخصیت ممرز شایی اگر اینجور چیزا دیدین که دیگه کلای من پس ملیک هست. اما خب خیلی های دیگه واکنششون دادن، یه سریاش که با هم تو رپ حواشی قبلی دیدیم، اما کوروش هم واکنششون داد همچین واکنشی. به تیم خودمون میبالم، تو این مارکتی که صمیمی ترین رفیق ها میشن دشمن هم دیگه، با تمام بالا پایین های زندگی و اختلاف نظر هامون 10-12 سالی میشه که با همیم، حتی اگر دور از هم باشیم. سلامتی خودمون وانتونز. جناب آقای جعفری هم یکی از کامنت هایی رو که براش گذاشته بودن که آقا چرا آنفالو کردین همو اینا رو، حالا قطع همکاری کردین این داستانا، اومد نوشت که ما آنفالو نکردیم، ایشون ما رو آنفالو و ریموو کردن. و بعدش هم که خب ما دیدیم یک فضای اتفاق افتاد که داشتن تو فری استایل ها به هم تیکه مینداختن مهیار و جناب آقای شایعه که در واکنش به این داستان ویناک یک وایس گذاشت. آقای سوالی مغز منو درگیر کرده، میگم این دو تا دوست عزیزی که ما هم دیگه کار نمیکنن چرا دارن همدیگه رو تو موزیک دیسلاف دیس میکنن؟ داستان چیه؟ ما رفیق دعوت شده آجی بریم آهنگ شکستشقی بده بیرم. اوی عزیزتون، چند ساعت بعد از وایس ویناک، آکیو منیجر پوری توی تلگرامش همچین چیزی رو نوشت: وقتی دو نفر با هم به مشکل میخورن، دقت کن کیا شروع میکنن به پچ پچ کردن. آفرین، تو گوخورا رو پیدا کردی. جعفری هم به این واکنشا پرداخت، یه همچین استوری زد: گوخوریش به کسی نیومده کلن، بشینین ترک اسکیا و دامبولیا و تیونیاتون رو درست کنین، ما گوشت همو بخوریم، استخون همو دور نمیندازیم، به شما این سفیدا نمیرسه، تو این مسائل نظر بدین، یه داستانی بین خودمون، بقیه چرا گوه ما شده قضاشون سوده. یه نکته ریز دیگه هم که این داستانا داشت، خب دانیال همونطور که میدونید خیلی وقت جدا شده از اصلی و دیست داده به شایعه و اینها، خیلی حرفا رو زده. نکته جالب اینجاست که به نظر من بعد از اتفاقی که دوباره بین مهیار و شایعه و حتی جعفری و شایعه افتاد، بعضی از حرفای دانیال میتونست اینجا فکت بشه. اما نکته عجیب اینجا بود که دانیال اومد اون پستی که آرشیو کرده بود تو پیجش و فری استایل گیوتین بود که دیس به تتلو بود، از آرشیو بودن درآورد و همچنان لیبل اصلی زیرش. خب این فری استایل بنا به این دلیل اومده بود بیرون که تتلو فوشکش کرده بود شایعه رو و خیلی حرفا رو زده بود و دانیال اومده بود توی آهنگ جوابش رو داده بود. حالا نظر شما چیه و آیا همکاری دوباره دانیال و شایعه رو دوست دارید یا نه؟ بعد از این داستانا دوباره یه درگیری بین کاگان و آکیو پیش اومد. آکیو که از دریک یه الهامی رو به نظر میاد گرفته بود، یه همچین استوری گذاشت و بدخور رو میبینید کجا تگ کرده و چند تا از فناش اومده بودن استوری کرده بودن که این همقد کاگانه و اینا رو همه رو ری استوری کرده بود، فقط اون کاگانه یه جوجه گذاشته بود که معلوم نشه. کاگان هم واکنششون داد به این داستان، همچین پستی گذاشت: انجمن حمایت از حیوانات سالانه 50,000 خایمال توسط سگهای ولگرد مورد تجاوز قرار میگیرند و زیرش هم نوشت سگبازه. اینو به این دلیل نوشت که همونطور که میدونید پوری خیلی از حالا درآمدهایی که از دیسترک
نوشته رو برای حیوانات خرج کرده بود، حیواناتی که حالا ولگردن تو خیابونن، سرپناه ندارن اینا، و حتی یک پیج داره برای این داستان و این گونه. کاگان جواب داد. یه داستان دیگه، این چند وقته خیلی ترند بود تو فضای مجازی و حالا پیجایی که مربوط به رپ و هواشیش بودن، این که میگفتن حسین و خانومش از هم جدا شدن. این خیلی نکته تلخی میتونست باشه چون تازه بچه‌شون به دنیا اومده و یه سری استوری خانم حسین میذاشت که میگفتن اینا تیکه به حسینه. اما بعد از چند روز به نظر میاد که سوء تفاهمی بوده یا یک اختلافی بوده که الان حل شده، چون دوباره همون فالو کردن. حالا امیدواریم از این مشکلا پیش نیاد. فقط من موندم اون دوستانی که خوشحال میشن از جدایی دو نفر که همون دوست داشتن، سالها با همن، نمیدونم چرا جای خوشحالی داره. خلاصه از این مسئله که بگذریم، نسیم یه سری استوری گذاشت در رابطه با کنسرت های جدید برعکس زد بازی یا حالا قسمتی از بچهای زد بازی. با هم میبینیم. استوری اول نسیم رو دیدیم. بار اول که من اینو دیدم حس کردم یک مخاطبی یا یک کانتنت کریئتوری رفته اون بالا و داره دابسمش میگیره، ولی بعدن فهمیدیم که خانم هلیوم. خب چرا؟ اگر قراره که صدا نسیم باشه، چرا خود نسیم نیست؟ اگر قراره که نسیم نباشه، چرا بازخونی نمیشه حالا توسط یه شخص دیگه و دوباره میکس نمیشه؟ و اگر خب به اون خوبی در نمیاد، چرا اختلافا رو با نسیم کنار نمیذارید که نسیمم قسمتی از این داستان باشه؟ عجیبه. اما بعد از اونم یه استوری دیگه گذاشت نسیم و همچین چیزی نوشت. وقتی که مهراد از زدبازی اومده بود بیرون، درخواست کرده بود صداشو توی کنسرت ها پخش نکنن و پارت های مهراد رو حذف کرده بودن، ولی وقتی من درخواست کردم صدامو پخش نکنید، کسی گوش نداد. بماند که غیر قانونیه که صدای منو دارن پخش میکنن و کسی دیگر رو آوردن به جای من داره لب میزنه. حداقل صدای منو حذف کنید و بذارید واقعا اون دختر بخونه با صدای خودش، ببینیم مردم حال میکنن یا نه. این همه وقت هیچی نگفتم، واقعا دیگه شورشو همه جوره در آوردین. میخوام بدونم که اگه جی جی یا سیجل درخواست میدادن صداشون حذف شه، آیا کسی دیگه میومد روی صدای جی جی و سیجل لب بزنه؟ حق داره، واقعا حق داره و مسئله عجیبیه. ریمیکس بزنید دیگه با صدای یکی دیگه، نمیدونم چه اصراریه. خلاصه این بود از رپ هاوشی امروز و اتفاقاتی که داشتیم این چند وقته. امیدواریم این داستان ویو فیک و این اتفاقا و این فلکس های الکی و اینها از بین بره، چون چون زمانی که داری فلکس الکی میکنی، داری صرفا ادعا میکنی و با ریزولتی که داره به وجود میاد مشخص میشه که آیا داشتی گنده آره یا فکت میگفتی. و همین، و زمانی هم که درگیر ویو فیک و این اتفاقا هستید یا چیزای دیگه، کم واقع بین باشید و هوا براتون نداره، چون اونجا که معلوم میشه بد معلوم میشه این گونه. و همین، امیدوارم که لذت برده بوده باشید. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.